انرژی خورشیدی عظیمترین منبع در جهانه. این انرژی علاوه بر پاک و ارزون بودن اون بی پایانه و در تمام مناطق جهان و کشور قابل استحصاله. با توجه به بحران شدید آبی که توی حالا مناطق ایران هست، به خصوص حالا شرق اصفهان، ما در سر شدیم که بتونیم بحث آب شیرین کنه، خورشیدی هم فعالیت بکنیم. برای اولین بار در دنیا داره انجام میشه. تمام ثبت اختراعات مشابه رو بررسی کردیم. از لوله های خلا یا همین وکیوم تیوب ها در دنیا خیلی استفاده کردن برای استفاده های مختلف در صنایع مختلف برای شیرین سازی، اونم به این شکل ادغام شده با یک آب گرم کن. این اولین بار در دنیاست. حالا با همت جوانان ایرانی دستگاهی اختراع شده که میتونه علاوه بر استفاده از انرژی خورشیدی بخشی از مشکلات رو حل کنه. این آب شیرین کنی که شما ملاحظه میفرمایید تشکیل شده از دو مخزن، یه مخزن برای قسمت کلکتور خورشیدی یا جاذب انرژی خورشیدی و یه قسمت هم برای مخزن آب گرم، که این مخزن آب گرم خودش یه مخزن سه‌جداره هست که یه مخزن آب شیرین داخلش هست. این سیکل این سیستم اینجوریه که آب سرد از اینجا وارد این مدار آب شیرین کن میشه و سپس وارد اون کلکتور یا اون جمع کننده انرژی خورشیدی میشه. اونجا آب با توجه به حرارتی که از طریق این وکیوم تیوب ها میگیره تبدیل به بخار میشه و بخار آب هدایت میشه داخل اون مخزن. داخل اون مخزن هم یک کندانسوری طراحی شده که کاملا کار خودمونه. نکته قابل توجه دیگه که در این طرح هست اینه که هیچ آلودگی زیست محیطی نداره، چون میدونید روش های شیرین سازی آب های شور عموما پساب دارن، عموما با مصرف انرژی همراهن و اینها بالاخره اثرات گلخانه ای یا اون آب های شوره که به عنوان پساب آزاد میکنن تو محیط زیست رو دارن، که اینجا این اتفاق هم نمیفته. ویژگی مهمه دیگه اینه که آب با هر غلظت، یعنی شما آب با مثلا شوری 3-4000 میکروزیمنس آب لب شور میتونید داخلش بریزید، تا آبهایی که مثلا آب خلیج فارس با حدود 40000 میکروزیمنس، تا آبهایی که ما تو فلات مرکز داریم که تا 100-120000 میکروزیمنس میرسن میتونید داخل این دستگاه بریزید. حدود 70% توی بحث صرف جوی گاز این سیستم ها کمک میکنه. این محصول با کیفیت داخل کشور تولید میشه و در حال حاضر به 8 کشور صادر میشه، از جمله ترکیه تونستیم ارسال بکنیم، عراق تونستیم ارسال بکنیم، ارمنستان، افغانستان، کنیا ارسال کردیم. با وجود اینکه این محصول برای گذار از مشکلات میتونه راهگشا باشه، اما در حال حاضر فقط با 1/3 ظرفیت خودش کار میکنه. تمام نقدینگی هست، عدم حمایت مسئولین هست تو این زمینه، به خصوص تو بحث انرژی های نو. خیلی من احساس میکنم که این سیستم های مقدار مظلوم واقع شدن توی کشور. با توجه به کمبود آب شیرین در کشور به نظر میرسه حمایت از چنین مجموعه هایی میتونه به حل برخی از مشکلات جامعه کمک کنه. همچنین این مجموعه با ایجاد 30 نفر اشتغال مستقیم و 200 نفر اشتغال غیر مستقیم سالیانه حدود $300,000 ارزآوری داشتن که این عدد با حمایت مسئولین تا 3 برابر میتونه افزایش پیدا بکنه.